با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو بر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز سه‌شنبه 14 فوریه 2012 و 25 بهمن 1390. امروز 25 بهمن و روز بزرگیه و تا جایی که من اخبار رو امروز صبح دنبال می کردم به دلیل ترس از مردم، شهر دوباره شکل حکومت نظامی به خودش گرفته و این نشان دهنده اینه که حکومت از مردم می ترسه و از حرکتشون می ترسه، برای اینکه تمام به اصطلاح مجامع واقعا چه در داخل و چه در خارج از مردم خواستن که به مناسبت سالگرد 25 بهمن و حصر آقایان موسوی و کروبی و زهرا رهنورد که قبلش هم خانم فاطمه کروبی بودن به خیابان‌ها بیان و نه تنها یادبود اون روز بزرگ بلکه برای آزادی تمام زندانیان سیاسی و به ویژه رفع حصر از آقایان موسوی کروبی و خانم زهرا رهنورد. به هر حال اخبار اینها رو من روز شنبه برای عزیزان خواهم آورد که چه گذشته، ولی اطمینان دارم که عزیزان دنبال میکنن، اونهایی که در ایران هستن از نزدیک و ما که از دور دستی بر آتش داریم، بالاخره باید این اخبار به گوش و چشم هم ما برسه و هم به گوش و چشم عزیزان برسونیم. هر شبت که منتها امروز عزیزان میدونن که قرار شده روزهای سه شنبه راجب اقتصاد سیاسی صحبت بکنیم، بنابراین بقیه اسامه مطالب رو میذارم برای روز شنبه. این اولین جلسه از دور جدید برنامه هایی خواهد بود که عزیزان درخواست کردن و خودشون هم کمک کردن برای اینکه این برنامه ادامه پیدا بکنه، برنامه های سه شنبه. و امیدوارم که کمک ها اگر ادامه پیدا بکنه این برنامه هم ادامه پیدا بکنه تا به جایی برسونیمش. ولی بحث راجع به اقتصاد سیاسیه، بنابراین همه به اسامه مطالب و اخبار دیگر رو من فعلا تا شنبه میذارم کنار و بحث اصلی رو آغاز میکنم. چند نکته رو میخواستم قبل از آغاز سخن برای عزیزان بگم. اولا ممکنه بعضی از مطالب که مطرح میشه تکراری باشه، برای اینکه سال الان نزدیک به 7 ساله که راجع به این قضایا من صحبت میکنم، منتها هر دفعه که به هر حال در تلویزیون های مختلف بودم، هر شبت که این به اصطلاح بینندگان مختلفی داشته و در نتیجه بعضی از عزیزان ممکنه اینا به گوششون نرسیده باشه، بنابراین هیچ اشکالی نداره اگه بعضی از مطالب در واقع چیز بشه، تکرار بشه. مطلب رو از کجا باید شروع بکنیم؟ من اول میخوام راجع به این قضیه صحبت کنم که ما بحثمون رو از کجا باید شروع بکنیم. به نظر من باید از انسان شروع بکنیم. چرا؟ دلیل داره، برای اینکه ما راجع به جامعه انسانی داریم صحبت میکنیم که البته از بعضی جهات به طور کلی در برگیرنده نه تنها جامعه انسانی، بلکه اگر برسیم حالا راجع به محیط زیست صحبت بکنیم، تمام به حساب موجودات زنده را هم در بر میگیره. بنابراین به نظر من چون راجع به جامعه انسانی داریم صحبت میکنیم، باید از خود انسان بحثمون رو شروع بکنیم. و در این حال انسان ما میدونیم که بخشی از طبیعته و در نتیجه پیوند ناگسستنی با طبیعت داره. بنابراین توی بحثامون باید هم از انسان آغاز بکنیم و هم از طبیعت. بارها و بارها به عزیزان عرض کردم که
اگر طبیعت فرزن انسان درش دست نبره هیچ چیزی تغییر نمی کنه و در نتیجه چون انسان اولین موجود زنده ایه که برای تهیه مایحتاج زندگیش باید توی طبیعت دست ببره. این رو دوباره من اشاره بکنم که موجودات دیگه دست هاشون آزاد نیست و در طبیعت دست نمیبرند و طبیعت رو تغییر نمیدن و در نتیجه احتیاجاتشون به طور فردی تأمین میشه، در حالی که انسان اولین موجودیه در طبیعت که برای اولین بار دستهاش آزاد میشه و در طبیعت دست میبره و با دست بردن در طبیعت و تغییر طبیعت خودش رو هم تغییر میده. اینا من قبلا صحبت کردم موقعی که راجع به تئوری دانش صحبت کردم و اینکه انسان چگونه انسان شد. باید ما بحثمون رو از اون آغاز بکنیم. حالا من میخواستم قبل از اینکه ادامه بدم بحث رو، چون بعضی از عزیزان از من پرسیدن، از جمله همین امروز صبح یه ایمیل به دستم رسید که ایدئولوژی چیه، دیدگاه چیه و جهانبینی چیه، فرق اینا چیه، آیا ایدئولوژی با جهانبینی فرق میکنه، با دیدگاه فرق میکنه و غیره و غیره. سوالاتی از من شده، بارها این سوالات شده، ولی به طور مشخصی که از بینندگان اصرار داره که من اینا رو جواب بدم. و از این عزیز من خواستم که، و عزیزان دیگه، که من فردی اگه بخوام من جواب بدم کلی وقت میگیره، بنابراین در برنامه ها اینا رو مطرح میکنم که در این حال جوابی به این عزیزان، به پاسخی به سوالاتشون باشه. همینی که الان من گفتم اقتصاد سیاسی رو باید از انسان شروع بکنیم، این یه دیدگاهه که بعضی ها میگن این ایدئولوژیکه. یعنی فرضاً به جای اینکه ما اقتصاد سیاسی رو از انسان شروع بکنیم، فرضاً مثل آدم اسمیت بیایم از ثروت ملل شروع بکنیم، یا مثل ریکاردو از اینکه ثروت ملل چطور توزیع میشه شروع بکنیم، یا بیایم از تئوری قیمت‌ها آغاز بکنیم، یا اینکه از اینجا آغاز بکنیم که کسب و کار مردم چگونه به طور روزمره صورت میگیره. اینا رو که عرض میکنم هر کدوم از اقتصاددانان برجسته واقعا از یه جایی شروع کردن، بنابراین اونا هم یه دیدگاه خاص خودشونو دارن. حالا ببینیم واقعا ایدئولوژی یعنی چه و هر کدوم از این دیدگاه ها به کجا منتهی میشه و داستانش چیه. چند دقیقه من میخوام راجع به خود ایدئولوژی صحبت. جلسه اول در حقیقت یه جلسه مقدماتی، الان نمیخوام وارد جزئیات بشم، برای اینکه این مقدمات فوق العاده لازمه و ما اگر سنگ اول رو درست نذاریم تا به آسمان این چچ خواهد رفت به نظر من، بنابراین باید سنگ‌های اولیه گذاشته بشه. و خب این سنگ‌های اولیه باید ببینیم کی ایدئولوژیش چی هست و به اصطلاح داستان خود ایدئولوژی چیه. به عزیزان عرض بکنم که انسان نه تنها مدت ده ها هزار سال بلکه صد ها هزار سال واقعا تضادی که داشته تضاد انسان با انسان نبوده، انسان با طبیعت بوده. حالا اینا رو که عرض میکنم، هنوز که هنوز اگه شما برید توی یوتیوب و یا جاهای دیگه فیلم های متعددی راجع به قبائل اولیه، چه در منطقه آمازون چه در بعضی مناطق هندوستان، هنوز مناطق عقب افتادش، چه در بعضی از جزایر اندونزی مثلا اقوام پاپوا، اینا هنوز توی به اصطلاح چیزای جز اقوام اولیه باقی موندن
و مطالعه زندگی اینها فوق العاده جالبه. حالا البته در زمانی که فرزند لوئیس مورگان در دهه 1850 و 60 قبل از اون، البته به مدت 30 سال در بین قبایل اولیه امریکا، خود امریکا مثلا زمانی که هنوز قلع و قمع نشده بودند به طور کامل و در این اردوگاه هایی که فعلا هستن جمع نشده بودند، در واقع اردوگاه های به اصطلاح فقر و نیستی و الکلیسم و اعتیاد و ایناست، اینایی رو که الان به اصطلاح بومیان اولیه یا خودشون اسمشون میذارن First Nation یا ملت اولیه، بر اینکه واقعا این قاره متعلق به اینها بوده و اروپایی ها بعد اومدن گرفتنش. لوئیس مورگان راجب اینا 30 سال مطالعه کرده و کتابی زیر عنوان Ancient Society یا جامعه کهن نوشته. 10 نفر دیگه هم راجب این قضیه نوشتن، فرزن در خود دانشگاه هاروارد عرشبت که استیفن گولد که چند سال پیش فوت کرد، جزء بیولوژیست ها، پروفسور هم انتروپولوژی هم بیولوژی هم جانورشناسی، دانشمند تاپی بود واقعا استیفن گولد، توی کتاباش راجب جوامع اولیه کلی صحبت میکنه که اینا نوع زندگیشون چجوری بوده. تضاد واقعیشون با طبیعت بوده و نه بین خودشون، مگر اینکه گفتم در مواردی که قحطی می شده و برای در حقیقت زنده موندن و ادامه بقا خودشون می رفتن قبیله دیگه رو می کشتن، به طور کامل به اصلا از بین می بردن. اون در اثر به اصلا ادامه بقا بوده، survival of the fittest به قول به اصلا داروین، یعنی هنوز در زمانی بودن که برای ادامه بقایشون گاهی اوقات بسا دست به خشونت می زدن، وگرنه در بین خود قبائل خشونت وجود نداشته، تضاد وجود نداشته. تضاد اصلی اینها با طبیعت بوده، برای اینکه بسا در برابر نیروهای طبیعی واقعا خلع سلاح بودن، مثل الان که علم ما رو مسلح کرده در برابر رعد و برق و طوفان و سیل و عرصبت که سونامی و اینا، که هنوزم در بسیار فرزند در مورد زلزله کار زیادی ما نمیتونیم بکنیم، هنوز که هنوزه، ولی در اون زمان واقعا تضاد واقعی در بین انسان و طبیعت بوده. در نتیجه اینها چون تضادی در بین خودشون، یعنی تضاد طبقاتی وجود نداشته، احتیاجی به هیچ دیدگاه یا ایدئولوژی یا امثالم نداشتن. فرزند چه احتیاجی داشتن که راجع به تئوری ارزش فرزند مطالعه بکنن؟ معنی نداشته اصلا، ارزش هیچ معنی نداشته در اون زمان، که البته تئوری ارزش حتی در دوره بردهداری و فئودالی هم معنی نداشته به اون معنا، البته حالا صحبتش که میکنیم از اون زمان در فکرش بودن که ارزش یک کالا حتی در دوره فئودالی چطور تعیین میشه، ولی به هر حال احتیاج به این نداشتن. در جوامع اولیه راجب این تئوری ها اصولا اقتصاد چه لزومی داشته؟ راجب اقتصاد میرفتن، مردا میرفتن فنفرزن جانوران کوچیک یا متوسط رو شکار میکردن، همشون با هم عزیزان فیلمایی که راجب قبایل آمازون هست نگاه بکنن، شکار میکردن با هم دیگه، به حساب میپختن و میخوردن. حالا عمرشون کوتاه بوده، عرشبت که بدنشون جسدشون خیلی بزرگ نبوده و غیره و غیره، ولی به طور کلی احتیاج به ایدئولوژی نداشتن، احتیاج به نظریه پردازی آنچنانی نداشتن، برای اینکه زندگیشون فوق‌العاده ساده و به اصطلاح تضادی هم درش وجود نداشته. از چه زمانی به طور کلی این دیدگاه ها، این جهانبینی ها و این ایدئولوژی ها پیدا میشه؟ اصولا ایدئولوژی از کجا پیدا میشه که چندین تعریف براش به اصطلاح ابداع شده یا درست شده، که مثلا بعضی ها اسمشو گذاشتن آگاهی دروغین، که به نظر من این نادرسته. ایدئولوژی یک
جهان بینیه. من مثال ها به نظر من فقط با مثال میشه اینا رو. در دوران بردهداری ارسطو و افلاطون که واقعا فکرشون تسلط کامل داشته و هنوزم در بعضی از جاها داره، اینا با تمام قوا در نوشته هاشون از سیستم بردهداری و از بردهداری دفاع میکنن. خب این یه جهانبینیه برای توجیه سیستم بردهداری در یونان، در تمدن کهن یونان قدیم دفاع میکنن. در برابرش انسانهایی بودن از جمله فرزن تا حدی دموکریت، ولی دیگران فلاسفه ای بودن، ولی از هم بهتر برای اینکه مثالشو بخوایم بزنیم اسپارتاکوسه. اسپارتاکوس هم یه دیدگاه یا یه ایدئولوژی داشته، منتها دفاع از بردهدارا بوده. بنابراین ما دو تا دیدگاه داریم که در برابر هم قرار گرفتن و هر دو در واقع در نوعی جنگ ایدئولوژیک با هم دیگه دارن. یکیش دفاع میکنه از بردهدارها، یکی دفاع میکنه از برده ها. بنابراین اینا دوتا دیدگاه هست، دوتا جهانبینی هست، دوتا ایدئولوژی هست. یعنی در واقع ما نمیتونیم بین دیدگاه، جهانبینی و ایدئولوژی آنچنان تفاوتی قائل بشیم. فقط باید این رو بدونیم که از زمانی که طبقات به وجود میان، یه جنگ مادی و واقعی وجود داره بین برده ها و برده داران و یه جنگ دیگه ای در قلمرو ذهن وجود داره، در بین روشنفکرای اینا و رهبران فکری اینها. هر طبقه ای روشنفکران و ایدئولوگ های خودشون رو دارن. موقعی که ما میرسیم به دوران فئودالی فرضاً در کشور خودم، خواجه نظام الملک در سیاست نامش یه ایدئولوژی داره که از سیستم پادشاهی، از سیستم فئودالی، از دربار و از اشرافیت دفاع میکنه با تمام توان و با تمام قواش. فرضاً حالا قبل و یا بعدش هم ما مزدک و مانی رو داریم که از فقرا، از ستمدیده ها، از رعایا، از دهقانان دفاع میکنن. بنابراین ما یه جنگ داریم بین اشرافیت، دربار و فئودال ها و ملاکین که قدرت نظامی، قدرت سیاسی، صلاح در دستشونه و اکثریت رو سرکوب میکنن، و روشن فکرهای طرفدار در حقیقت دهقانا رو داریم که مزدک و مانی باشن. اونا هم تئوری دارن که کشته میشن. حالا به هر حال همیشه به اصطلاح روشن فکرهایی که طرفدار طبقات زحمتکش هستن یا زیر شکنجن یا تو زندانن یا تو غل و زنجیرن یا تناب دار به گردنشونه یا تیربارون میشن. در تمام طول تاریخ اینجوری بوده. ولی به هر حال گرده این اتفاقات برشون میفته، ولی جامعه تغییر میکنه. بنابراین ما میبینیم که همینطور که عرض کردم، حتی در سطح عرض شود که توماس اکیناس به اصطلاح عرض شود که و سایر به اصطلاح چیزایی در خود اروپا که از فئودالیسم و از کلیسا دفاع میکنن، در حالی که فرضاً جنبش لولرها عرض شود که یا خود بعدش البته تئوریسین های دیگه ای هستن که اینا میان و از دهقانا، جنبش های دهقانی که فرضاً خود انگلس راجبشون کتاب ها نوشته، جنبش های دهقانی در آلمان، میان و اونها از دهقانان و از فقرا و از زحمتکشان دوره فئودالی دفاع میکنن. یعنی ما از نظر مادی و در سطح جامعه و به طور مادی واقعا یه جنگ طبقاتی وجود داره، ولی در که این در قلم رو به این به قول معروف هستش یا به طور مادی، ولی یک جنگ همه جانبه در قلم رو به ذهن وجود داره که بین روشنفکر هاست و هر طبقه روشنفکرهای خودش شده. به
همین ترتیب در دوران سرمایه‌داری که در حقیقت شما از یک طرف آدم اسمیت و ریکاردو و امثالوم و امثالوم دارید و بعدش آدم های دیگه ای مثل سن سیمون پیدا میشن، شارل فوریه پیدا میشن، رابرت اوئن پیدا میشن و دنباله های اون البته مارکس و انگلز پیدا میشن. ولی از قبلش همینطور که گفتم فرضاً در خود انگلیس لبلرها رو ما داشتیم، یک برابری طلبان یا دیگر یا حفاران رو ما داشتیم. اینا جنبش های سوسیالیستی واقعا بوده، سوسیالیست های اولیه واقعا، که اینها برای بسرا زحمتکشان، طرفداری از زحمتکشان میکردن. اینا هر کدومشین یه دیدگاهی رو، یه جهانبینی رو یا یک ایدئولوژی رو در حقیقت نمایندگی میکردن و خلاصه آن که ایدئولوژی یا دیدگاه یا جهانبینی در واقع مبارزه طبقاتی در قلمرو ذهنه. ما اینا رو برای اینهایی که الان صحبتهای ما رو میگن ایدئولوژیکه و ما علمی فکر میکنیم، باید ما جوابی برای اینا داشته باشیم. خود همین یک گفته دروغینه واقعا. برای این که به اینها فرضاً ما یه گرایشی داریم که خودشون رو میگن سکولار نو، من همیشه باید مثال بزنیم، که میگه ما خواهان یک حکومت غیر ایدئولوژیک در ایران هستیم. بسیار جالب. منتها میگه که دو ایدئولوژی وجود داره، یکی ایدئولوژی اسلامه، یکی ایدئولوژی چپه یا سوسیالیسم. اینا هر دو ایدئولوژیکه. حالا ایشون یا اینها که طرفدار دیدگاه ایشان هستن و به دنبال یک حکومت غیر ایدئولوژیک هستن، اون حکومت ایدئولوژیک چیه؟ امریکاست. یعنی در حقیقت همین کسی که بنیانگذار اینه با تمام قوا از جورج دبلیو بوش دفاع کرد، از حمله امریکا به عراق با تمام قوا دفاع کرد و همه اینا رو غیر ایدئولوژیک میدونه. یعنی هیچ ایدئولوژی یا دیدگاه یا جهانبینی پشت به اصطلاح جنگ علیه تروریسم نیست، گرفتن افغانستان نیست، گرفتن عراق نیست، سرکوب این نیست، حمله به این اینا اون. یعنی حکومت امریکا غیر ایدئولوژیکه. با اینا میخوان که به اصطلاح در حقیقت امریکا، ایران هم یکی از اقمار واقعا به اصطلاح امریکا بشه، مثل فرضاً عربستان و کویت و امثالهم و امثالهم و این. خب ما باید به اینها، حالا نه تنها اینایی که در خارجن و طرفدار چنین ایدئول به اصطلاح دیدگاهی هستن که آره فقط دو تا ایدئولوژی هستش که یکی اسلامه و یکی چپ یعنی سوسیالیسمه و این دوتا رو هم به هم وصل میکنن دائم به دائم، ولی تنها چیزی که غیر ایدئولوژیکه دیدگاه آقایانه و به اصطلاح نظام سرمایه‌داریه که هیچ، کاملا غیر ایدئولوژیکه. و فقط اینا نیستن، همینطور که عرض کردم برزن دانیل بل که استاد همه اینهاست، که کتابی 1958 نوشت پایان ایدئولوژی، عزیزان کتابش رو اگه بخونن صد تا پا ایدئولوژیه. اینه که میگه پایان ایدئولوژی، و به همین دلیله که مزاروش کتابی در برابر این نوشت، قدرت ایدئولوژی یا Power of Ideology، که نشون میده که به اصطلاح شروع میکنه از به اصطلاح عرصبت که تیلر به اصطلاح وینسلو تیلر عرصبت که چطور به اصطلاح اینا خودشون از همه ایدئولوژیک ترن. منتها ایدئولوژی یا جهانبینی یا دیدگاه اینها دفاع از سیستم سرمایه داریه با تمام قوا و با تمام وسائل، یعنی طرفداری از طبقه سرمایه دار و استثمارگره. گناه ما اینه که این سیستم رو سیستمی میدونیم که هم بشریت رو به طرف بربریت میبره، هم طبیعت رو به طرف نابودی میبره. و نظر ما اینه که واقعا دموکراسی واقعی زمانیه که واقعا قدرت به دست اکثریت بیفته، یعنی از اقلیت بسیار کوچک 1% بالا به 99% پایین منتقل بشه. اون وقت میگن این یه دیدگاه ایدئولوژیکه، ولی مال ما خیلی علمیه. ها
حالا جواب بعدی ما چه باید باشه؟ بنابراین باید در درجه اول بگیم که ایدئولوژی یعنی چه؟ که به نظر من تفاوتی بین جهانبینی، دیدگاه، من از دیدگاه برای همینه که به اصطلاح به جای اینکه این سه جلد کتابی رو که راجع به دیدگاه مارکس نوشتم، مارکسیزم یا به اصطلاح اقتصاد مارکسی اسمش نذاشتم، دیدگاه مارکس. بنابراین اصلا یه دیدگاهه، مارکس یه دیدگاه داشته. اینجا یه اشاره دیگه ای بکنم، اینه که چنین برچسبی رو به چپ میزنن که اینا ایدئولوژیکن، آیا خود چپ تقصیری در این قضیه داشته؟ به نظر من تقصیر داشته. چرا؟ برای اینکه مثل خود مذهبی ها که واقعا یه ایدئولوژی مذهب، اینا از اون چیزی که اسمش گذاشته بودن میملام یا مارکسیزم لنینیزم و یا بخش دیگرش مارکسیزم لنینیزم اندیشه ماوتتون، به راستی مذهب ساخته بودن، تعصب نشون میدادن، درست نقطه مقابل خود مارکس که دیدگاهش از درون نقد بیرون اومده و دائم در حال تغییر بوده، دائم در حال انعطاف بوده، دائم از خودش نقد کرده. نه تنها دیدگاهش از درون نقد نظرات دیگه بیرون اومده و دائم در حال تغییر بوده، بارها و بارها من صحبت کردم در جلد اول و حتی در جلد سومم اینا رو من آوردم که چطور فکرش دائم تا آخر عمرش در حال تکامل بوده، ایستا نبوده، پویا بوده. و در نتیجه کاش ما به اصطلاح چپ به ویژه ایران یاد میگرفت از خود مارکس که به اصطلاح تعصب نشون نده، یه چیزی قالبی درست نکنه، اون هم از دست دوم سوم که به اصطلاح با طرفهای مقابلش با تعصب برخورد میکرد و اصلا مولای دستش نمیرفت، هر وقت که میخواست صحبت بکنه میبایست مرتب نقل قول میورده. این یعنی میخوام عرض بکنم که خود چپ هم نقش داشته در به وجود آوردن چنین ذهنیتی که دشمنان بشریت، ملت ما و دشمنان اکثریت بزرگ جامعه که کارگران و زحمت کشان باشن، چنین برچسبی به ما بزنن که بگن شما آره ایدئولوژیک فکر میکنید، فقط ما هستیم که علمی فکر میکنیم، با چهار تا فرمولی که اینور اونور آقای میلتون فریدمن و امثالهم توی کتاباشون آوردن. ما باید بهشون بگیم که اتفاقا شما معنای علم رو میدونید؟ اتفاقا هیچ دیدگاهی به اندازه دیدگاه مارکس به علم تکیه نداره. یعنی واقعا عزیزان فرزان مانیفستش رو بخونن که ببینن چه تجلیلی از علم، صنعت، تکنولوژی در همین مانیفستش میکنه و چقدر از این جهت از نظام سرمایه‌داری تجلیل میکنه که چطور باعث پیشرفت نیروهای مولده شده. منتها بحثش در اینه که این با تمام این خوبیهایی که داره، مزایایی که داره، تضادهای حل نشدنی هم در درونش هست و برخلاف دیدگاه تئوریسین‌های اصلیش که این نظام رو ازلی و ابدی میدونستن، به هیچ وجه اینطور نیست. اینم مثل سیستم های دیگه سیستم گذرا و تاریخیه، یعنی ازلی و ابدی نیست به هیچ وجه. میخوان به ما ثابت کنن، حتی گفتم خود آدم اسمیت که دیگه جزء معلمای مارکس بوده، دیوید ریکاردو و عکس تقریبا همشون همیشگی میدوننش. بنابراین تفاوت در اینه. حالا ما بنابراین چیکار باید بکنیم که به اینها ثابت بکنیم که اتفاقا اگر بخوایم یک علمی رو که اقتصاد سیاسی باشه، علمی ترین راهش عبارت از اینه که از انسان شروع بکنیم. چرا؟ این دلیل علمی داره. برای اینکه به طور کلی انسان چگونه انسان میشه، اگر بخوایم بدونیم که انسان چگونه انسان میشه، باید به گذشته برگردیم، یعنی باید برگردیم به منشأ حیات.
که ببینیم علم راجع به منشأ حیات چی میگه. اگر بخوایم به منشأ حیات برگردیم، بعد علم بیولوژی رو بدونیم. ولی به اون اکتفا نمی‌کنیم. باید بریم اون وقت به سلول اولیه‌ای که میلیاردها سال پیش برای اولین بار در اون آبگوشت معروف اقیانوس‌ها در واقع از مولکول‌های کوچکتر به اون مولکول بزرگ تبدیل میشه که آغاز حیات در حقیقت، منشأ حیات. بنابراین باید بریم تو شیمی و که رسا علمی است که راجع به مولکول‌ها صحبت می‌کنه. ولی اگه بخوایم ببینیم که مولکول‌ها چجوری به وجود اومدن، باید بریم به علم فیزیک، یعنی ببینیم اتم چیه. بنابراین در حقیقت باید علم رو از ابتدا، یعنی از اتم که در حقیقت در علم فیزیک راجبش صحبت میشه، من دارم کلی‌ترین و فراگیرترین چیزها رو عرض میکنم خدمت عزیزان، وارد جزئیات نمیتونیم بشیم. از اتم باید شروع بکنیم، یعنی از ماده و به اصطلاح منشأ خود ماده، و بعدش ببینیم چطور اتم تبدیل به مولکول میشه، یعنی علم شیمی، و اون چطور به اون سلول اولیه یعنی آغاز حیات، و بعد چطور گیاهان و جانوران به وجود میان و اینها چطور تکامل پیدا میکنن تا به یه مرحله میرسه که یک بخش از پیشرفته ترین میمونها دستاشون آزاد میشه، و دست‌ها که آزاد شد چطور در طبیعت دست می‌بره، و چطور دست بردن در طبیعت باعث تغییر طبیعت میشه، و در نتیجه همین تغییر در طبیعت باعث تغییر انسان و اثر بسیار کنش و واکنش بین انسان. از اینجا اگر بهش اسم انسان بذاریم، هر شبت که تا میرسه به آخرین مراحلش که همینجوری مراحل رشد و تکاملش رو پیدا میکنه. بنابراین این علمی ترین دیدگاهه. اگر بخوایم واقعا قضاوت راجبش بکنیم، ما نمیتونیم راجب اقتصاد سیاسی صحبت کنیم بدون توسل به علم واقعا، یعنی تنها معیارمونه. ما اگر بخوایم واقعا، همینطور که عرض کردم توی هفته گذشته به اصلاح شنبه صحبت کردم که ما هدفمون باید پی بردن به حقیقت نسبی از درون واقعیات باید باشه. تئوری دانش اینطوره. به طور کلی خود علم یعنی چه؟ خود علم یعنی تجربه. تجربه انسان. سنگ آتشزنه که یکی از بزرگترین اختراعات بوده، چطور به وجود اومده؟ یعنی آتش. آتش یک تحولی بوده که اصلا نقش اصلا تعیین کننده برای رشد مغز انسان داشته. قبل از اینکه آتش باشه، گوشت برای قوام اولیه انقدر خوشمزه نبوده، یعنی به اندازه کافی نمیخورن. بعد از به وجود آمدن آتش که حقیقت گوشت به حساب مزه مطبوعتری پیدا میکنه و در اینجا به اندازه کافی پروتئین میرسه که مغز رشد بتونه بکنه. یه تحول عظیم در اصل تجربه بوده. علم یعنی چه؟ حالا البته علم به نظر من از سه مرحله میتونه بگذره. اولش تجربه است. اول تجربه است. بعدش این تجربه باید روحش به اصطلاح به عمل برسه، و بعد از این که و بهش محک بخوره و دوباره، یعنی تئوریش تنظیم بشه، اون تئوری دوباره در عمل باید به اصطلاح بهش محک بخوره. یعنی دائم تجربه باید محک صحت یا سقم بخوره. مجموعه اینها از همون سنگ آتشزنه که عرض کردم آغاز میشه تا چشم مولکول دی ان ای توسط پیچیده ترین به اصطلاح روش کریستالوگرافی که به اصطلاح جایزه نوبل و امثال هم، یعنی پیشرفته ترین به اصطلاح همین جنتیک انجینیرینگ امثال، همه اینها تجربه است واقعا. مجموعه تجربه بشریت که اینا از اولین بشرها، یعنی بشرهای اولیه همینجوری روی هم دیگه انباشته میشه و متعلق به هیچ قوم و نژاد و زبان و امثال مربوط به کل جامعه بشریه. بنابراین علم یعنی تجربه‌ای که باید دائما محک صحت و یا سقم
یعنی درستی و نادرستی باید بهش بخوره. مجموعه اینها میشود علم. و تنها چیزی که ما میتونیم بهش متوسل بشیم برای اینکه بفهمیم که این ایدئولوژی ما به اصطلاح گفته همون علمیه یا آقایان، و دائم باید محک بهش بخوره. پس بنابراین میخواستم عرض بکنم که اینا همش مقدماتی برای جلسات آینده، که اینها موقعی که ما فرضاً میگیم که اقتصاد سیاسی باید از انسان شروع بشه، سنگ بنای اولیش انسان، ریشه همه اینها انسانه. حالا علت دیگه چیه؟ علت دیگه اینه که به طور کلی خود اقتصاد یا اقتصاد سیاسی هدفش چی باید باشه؟ هدفش باید رفع نیاز انسان باشه. رو اینم من میخواستم یک کمی تکیه بکنم. به طور کلی خود انسان برای اینکه زنده بمونه، همینطور که گفتیم، دست میبره تو طبیعت، بابا دستاش کار میکنه و طبیعت رو تغییر میده و رفع نیاز میکنه، از گرفتن یه ماهی تا چیدن میوه های اولیه تا به اصطلاح فرزن آتش درست کردن و یا پختن و غیره و غیره، بعد چیزهایی به اصطلاح اولیه رو به اصطلاح برای خودش تهیه کردن تا پیشرفته ترین مراحلش. بنابراین انسان اولیه و حتی در دوران بردهداری و فئودالی هدف تولید سود نبوده، انباشت سرمایه نبوده، رفع نیاز بوده. واقعا از بگیم 500 یا 600 سال پیشه و در گوشه کوچکی از دنیاست، یعنی اروپای غربیه، به دلایلی که من قبلا راجبشون صحبت کردم، که واقعا هدف تولید سود و انباشت سرمایه میشه، یعنی از آغاز سرمایه داری. اگر این ادامه پیدا بکنه بشریت به طرف نابودی میره. بارها من این راجبش صحبت کردم. یعنی بحث اصلی که ما با مخالفینمون داریم اینه که نظامی که هدفش انباشت سرمایه و بالا بردن نرخ سود و یا سود باشه محدودیت نمیشناسه. مثالهاش رو عجیب من الان میتونم بیارم. کسایی که فرضاً سال گذشته 3 تا 4 میلیارد دلار درآمد داشت، یه فرد، آقای شورتسمن مثلا، یا جورج سوروس فرضاً 2 میلیارد دلار، ولی به اینم، این 2 میلیارد دلار در سال رو اینا میخوان چیکارش بکنن؟ مسئله این نیست که فرضاً 10 تا ماشین فراری بخره، 4 تا قصر بخره، بره یه جزیره رو بخره، چندین جزیره رو بخره. نه، این یه منتالیتی یا شیوه تفکره که حد و مرز نمیشناسه. اونهایی که در برابر ما می ایستن و از نظام سرمایه داری دفاع می کنن باید برای این جوابی داشته باشن که نظام سرمایه داری حد و مرز نمی شناسه، در حالی که کره زمین همه چیزش حد و مرز داره. این یه تضادیه که غیر قابل حل. اینا برن الان نه تنها لیبی رو بگیرن، بعد سوریه رو بگیرن، بعد ایران رو بگیرن، بعد برن چین رو بگیرن، بعد برن روسیه رو بگیرن، بعد با این کره خاکی میخوان چی کار بکنن؟ تضادشون رو میتونن حل بکنن؟ نمیتونن. برای اینکه این تضاد یه تضادیه که مربوط به کل سیستم میشه. سیستم که بر پایه انگیزه تولیدش، بر پایه نرخ سود در درجه اول، ولی سود به طور کلی، ولی از همه مهمتر انباشت سرمایه است، محدودیت نمیشناسه.
باید به اینها گفت. تمام اونهایی که فرزند طرفداران محیط زیست مثل بیل مک‌کیبن و غیره و غیره، یا پروفسور هانسن که به اینا دارن میگن، یا جان بلامی فاستر که این همه کتاب نوشته راجع به این قضیه، بحثشون اینه که شما دارید طبیعت رو به نابودی میکشید، یعنی زیربنای کل جامعه بشری و تمام موجودات زنده رو. دلیلش هم خیلی واضحه، این مربوط به بسا، این یه چیز سیستمیکه، یعنی سامانی است به اصطلاح، یعنی مربوط به کل سیستم و رگ و ریشه کل سیستم میشه که هدفش سوده. اگه خواستن ما حالا در حین این صحبت‌ها صحبتشو میکنیم که هدف سرمایه‌دار سود و انباشت سرمایه است و این محدودیت نمیشناسه به هیچ وجه، در حالی که به حساب کره زمین، مگر اینکه برن حالا کرات دیگر رو، بعضیا به فکرشون داره میرسه که برن کرات دیگر رو تسخیر بکنن، ولی این قابل دوام نیست. باید دوباره سیستم طوری باشه که تولید هدفش رفع نیاز انسان باشه. من خوب در مورد بعضی مسائل تئوریکه، ولی برای عزیزان من یه مثال بزنم، مثال امروز روز. الان بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و کمیسیون اروپا، اتحادیه اروپا، دارن به کشورهایی مثل یونان، ایتالیا، ایرلند، عرشبت، تمام این چیزها رو تحمیل میکنن که خون عرق مردم این کشورها بکشن برای اینکه بدن به بانک ها و بانکدارا و سهامدارای اصلی این بانک ها و اونهایی که به اصطلاح این اوراق قرضه رو تریلیون دلاری رو خریدن و به اصطلاح دارنشون. برای علاج این حالا اومدن بانک مرکزی اروپا چی کار کرده؟ صدها میلیارد دلار به بانک‌های اروپایی داده با نرخ بهره 1% به مدت 3 سال که اینا به اصطلاح بیان و به کسب و کارها وام بدن با بهره پایین برای اینکه اقتصاد رشد بکنه. تئوریشون اینه. عزیزان اوضاع اروپا رو دنبال بکنن. ما از تئوری باید بیایم به سطح زمین. حالا این بانک ها پولا رو با بهره 1% میگیرن، ولی چی کارش میکنن؟ کسب و کارها وام میدن برای اینکه کسب و کار رو رشد بدن؟ به هیچ وجه. میرن اوراق قرضه بیشتری دارن میخرن. فرضاً با 1% از بانک مرکزی اروپا قرض میگیرن. اون وقت دولت اسپانیا موقعی که قرضای دولت اسپانیا رو بخرن 8% بهشون چیز میده، 7% سود میبرن، یعنی میلیون پول میسازن سر این، ولی کاری به کسب و کارا ندارن که کسب و کار رو رشد بدن. چرا حالا؟ اولا کسب و کارها اگه بیان از اینا قرض بکنن و تولید رو پیش ببرن، چی این جنساشون رو میخره؟ کسی باید بخره اینا رو، در حالی که از سوی دیگه قدرت خرید مردم یونان رو ببینید چی کار دارن میکنن. هزار و ده هزار کارگرها و کارمندها رو دارن بیرون میکنن، حقوق بازنشستگی رو پایین میارن، مزد مزایا رو 22% میبرن پایین، یعنی قدرت خرید مردم رو. بنابراین این کسب و کارها اگه تولید بکنن، کی میخواد بخره اینا رو؟ عزیزان دقت بکنن، موقعی که تولید برای رفع نیاز انسان نباشه، یک چنین چیزهایی رو به وجود میاره. یعنی در حقیقت سیاست‌های اقتصادی که الان در اروپا پیاده میکنن، نقض آشکار تئوری‌های خودشونه. یعنی در حقیقت دارن به دست خودشون رکود و بحران عمیق‌تری دارن به وجود میارن، فقط و فقط به خاطر اینکه انباشت سرمایه در دست یک اقلیت بسیار کوچک از گلدمن ساکس گرفته، یا اونهایی که در بانک‌های به حساب گنده اروپا. این تضادها در این سیستم قابل حل نیست، غیر قابل حله. باید حالا به اینها گفت بنابراین ما ایدئولوژیک هستیم یا خودشون. پس علت دوم، من بحثی رو آغاز کردم که چرا ما باید اقتصاد سیاسی رو از انسان آغاز بکنیم. بنابراین یک، انسان
تولید کننده تمام نعممه. حالا موقعی که اگر امروز رسیدیم وگرنه بعدش، به طور کلی نعمی که ما در روی این کره زمین داریم نتیجه کار انسانه، که بعدن من تعریف کار رو برای عزیزان خواهم گفت که چطور کار فقط کار جسمی نیست، کار هم جسمی و هم فکریه. بنابراین اولین چیز عبارت از اینه که ما از انسان شروع میکنیم. یک، تمام نعم زندگی، تمام اقتصاد، تمام آنی که داریم نتیجه کار انسانه. بنابراین بعد از این که گفتیم از انسان ما شروع میکنیم، و دوم عبارت از اینه که اقتصاد هدفش باید رفع نیاز انسان باشه و نه بالا بردن سود یا نرخ سود و یا انباشت سرمایه. سه، عبارت از اینه که در حقیقت باید همینطور که عرض کردم باید رفع نیاز انسان باشه. و خلاصه آن که ما پایه این رو بنابراین از انسان شروع میکنیم. آیا این یک ایدئولوژیه؟ همینطور که عرض کردم با توسل به علم، با توسل به تجربه، با توسل به تاریخ متوجه میشیم که آره این یه دیدگاهه، آره این یک جهانبینیه، آره این یه ایدئولوژیه. در برابر چی؟ در برابر یه ایدئولوژی دیگه که در حقیقت که به نظر من نه تنها دید مقابل این ایدئولوژی که بلکه ایدئولوژی که از یک اقلیت دفاع میکنه، از سیستمی دفاع میکنه که هدفش و انگیزش از تولید سوده و انباشت سرمایه است. بحث ما اینه که باید اقتصاد هدفش رفع نیاز انسان باشه. اینا بلا فاصله میگن که خب شما این بحثایی رو که میکنید اینا محک خورده، اینا همش به اصطلاح امتحان شده، همش باش. برای اینکه عزیزان ببینن مخصوصا بعضی از روشنفکرا، حالا چه دست راستی ها و چه چپ های بریده، به ویژه به اصطلاح الان بعضی از چپ های بریده تبدیل به این مارهای سمی شدن که از دست راستی ها هم بدترن، مرتب سرکوفتی که به این دیدگاه میزنن، نمونه شوروی رو میارن و اروپای شرقی رو و یا بعدش چین رو و یا ویتنام و امثال هم رو. ما باید در برابر اینها تمام این سیستم ها رو بشکافیم که در شوروی چه گذشت، در چین چه گذشت، در ویتنام چی داره میگذره، در کوبا داره چی میگذره. هر کدوم اینا احتیاج به توضیح خاص خودشو داره و بهشون بگیم که علی رغم تمام اینها و به طور کلی چرا انقلاب به جای اینکه در پیشرفته ترین کشورها اتفاق بیفته چرا به مناطق عقب افتاده رفت و چرا اینا اسم این جوامع رو سوسیالیسم گذاشتن به طور دروغین و چرا سوسیالیسم این نبوده و به هر حال اینا فعلا تمام جهان سرمایه‌داری شده و در برابر این نظامی که الان حاکم بر تمام جهان چاره‌ای نداریم جز این که آلترناتیوی داشته باشیم و قدم به قدم باید سنگ بنای تئوری که این سیستم نوین رو واقعا که هیچ ربطی واقعا به آنچه که در شوروی پیاده شد، در اروپای شرقی و یا در چین و غیره و غیره پیاده شد نداره. تا حدی البته اینا یک به اصطلاح وجوهی دارن، هر کدوم از اینا وجوه مثبت بسیار جالبی هم داشته که اونا رو باید باز کرد که به اصطلاح امتحان شدن که چطور فرضاً موقعی که شما توده های عظیم مردم رو بسیج بکنی چه دستاوردها و چه معجزاتی میتونه بیافرین در هر کدوم از این، در همون شورویش، در چینش، در ویتنامش. منتها اوورآل به قول معروف به دلیل اینکه این انقلاب در کشورهای عقب افتاده اتفاق افتاد نمیتونه سوسیالیسم پیاده بشه، در حالی که در یک کشور مثل سوئد، نروژ، به طور کلی به حساب در کشورهای اروپایی که آمادگی و یا حتی در خود امریکا که آمادگی اینو دارن، در کانادا، در استرالیا، در نیوزیلند، در ژاپن، ما میتونیم اون وقت در پیشرفته ترین کشورها
اگر این احکام پیاده بشه چطور واقعا جامعه شکوفا میشه و چطور هم میشه جامعه بشری رو حفظش کرد و هم میشه طبیعت رو حفظش کرد. بنابراین همینطور که عرض کردم، من فقط همینطور که گفتم اینا تمام مقدمه است برای این که بدونیم که چرا اقتصاد سیاسی رو از ابتدا باید عرض بکنم که اقتصاد سیاسی رو از انسان، یعنی از ریشه تمام این قضایا باید آغاز کرد. من اشاره گذرایی کردم به این که چطور دو تا ایدئولوژی واقعا در برابر هم قرار گرفتن. نظر من اینه که ایدئولوژی رو، حالا به اصطلاح ایدئولوژی که به اصطلاح به انگلیسی یا ایدئولوژی به اصطلاح به فرانسه که چیز میکنن، ما در فارسی باید بدونیم که داستانش چیه و چطور نمیشود یک به اصطلاح تفاوت بنیانی بین دیدگاه و بین جهانبینی و ایدئولوژی گذاشت. و همینطور که عرض کردم، هر طبقه روشنفکرهای خودشو داره. بحث مفصلی بوده که بین مصطفی شعاعیان و بیژن جزنی تا جایی که من میدونم فکر میکنم که بر سر این که روشنفکر کیه و به طور کلی به اصطلاح چیزه، به نظر من بحث بر سر اینه که هر طبقه روشنفکرهای خودشو داره و اینها حاملین به اصطلاح اون دیدگاه، اون ایدئولوژی و اون جهانبینی هستن که مربوط به اون طبقه است و در نتیجه به اصطلاح همینطور که در عین، یعنی به طور مادی، جنگ طبقاتی وجود داره و فرزند کارگرا و مردم یونان رو الان به طور عینی دارن از پادر میارن، در قلمرو ذهن هم روشن فکراشون با هم یک جنگ رویارو دارن و علل عموم به اصطلاح تعداد روشنفکرهایی که طرفدار به اصطلاح طبقات زحمت کشن زندگی هایی علل عموم مثل اسپارتاکوس دارن، سرکوب میشن به اصطلاح، رژیم ها به اصطلاح سرکوبشون میکنن، ولی در نهایت چی؟ اسپارتاکوس رو از بین بردن. ولی بعدش چی؟ سیستم بردهداری ادامه پیدا کرد؟ نمیتونه ادامه پیدا بکنه. اینا به اصطلاح تا آخرین لحظه البته مقاومت میکنن، سرکوب میکنن، اعدام میکنن، تکتیر اندازاشون رو میفرستن که به اصطلاح تک تک به اصطلاح بکشن طرفداران به اصطلاح کارگر و زحمتکشان، ولی پیروز نمیشن در نهایت. بنابراین حالا اگر بخوایم بنابراین سنگ بنای اقتصاد سیاسی رو بذاریم، باید از انسان و اینکه انسان چگونه انسان شد. بارها به بارها من این رو باز کردم و نمیخوام دوباره تکرارش بکنم، مگر اینکه عزیزان فرزن اگه درخواست کردن و غیره و غیره، که چطور موقعی که دست آزاد میشه و انسان در طبیعت دست میبره، به همراه اون شروع میکنه به ابزار سازی. یه موقعی باید این ابزارها رو بین خودشون این جوامع بسیار بسیار اولیه تبادل بکنن و در نتیجه برای تبادل این ابزار، که حیوانات چنین ابزاری ندارن مگر اینکه واقعا بعضی هاشون، و اونا هم صداهایی از گلوشون بیرون میاد ولی نمیشه سخن گفتن بهش گفت، کم 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 و کم کم این ابزاری رو که باید با هم دیگه تبادل بکنن، باید یک ساین یا مثلا علائمی که پاولوف اسم اینا میذاره، علائم ثانویه، عرض که برای اینها پیدا بکنه و این علائم کم کم و کم کم پیچیده تر میشن، به هم دیگه باید ربط پیدا میکنن و این آغاز سخن گفتنه، که سخن گفتن اون وقت پایه شعور انسان میشه. تئوری دانش واقعا داستانش اینه، چه دیوید هیوم که راجع به تئوری دانش صحبت میکنه و چه هگل که در دو کتاب معروفش واقعا، یکی پدیده شناسی روح یعنی چه؟ یعنی در واقع تئوری دانش، و یکی هم علم منطقش. درس بزرگی که مارکس به نظر من از این دو کتاب که سن 19 سالگی اینا رو خونده از هگل یاد گرفته، پایه واقعا دانش واقعیش رو ریخته در اون زمان. این سال اوله
دانشگاه بونشه، دانشگاه عضو میخوام برلنشه، که مریض میشه، این مریضیش این دوتا کتاب رو میخونه. تئوری دانش واقعا، و در واقع تئوری کاره. تئوری دانش یعنی چه؟ یعنی تئوری کار، برای اینکه کاره، که یعنی دست بردن در طبیعته که شعور انسان رو به وجود میاره و انسان رو به انسان تبدیل میکنه. کار واقعا انسان رو میآفرینه و تبدیلش میکنه به انسان. بنابراین تئوری اونه. و عزیزان همینجا باید عرض بکنم که زمانی که مارکس این دوتا کتاب رو میخونه، به طور کلی پایه های قدرتمند فکریش، برای همینه که تا آخر عمرش هگل رو استاد خودش میدونه و واقعیت هم همینه. گرچه بعدش هگل بعد از این دو کتابش میره به طرف ارتجاع و به اصطلاح بقیه به اصطلاح چیزهایی رو، به اصطلاح تئوری حقش رو، فلسفه حقش رو که میمیسه کاملا از دولت پروس دفاع میکنه و بعدش دیگه راهش رو مارکس ازش جا میکنه، ولی واقعا تا آخر عمرش استادش بوده، چون تئوری دانش رو از اون یاد میگیره، تئوری کار رو یاد میگیره ازش. و بعدن ما میدونیم موقعی که لوکاچ کتاب معروف واقعا هگل جوان رو میمیسه، یانگ هگل رو میمیسه، همین مسئله رو بحث میکنه که چطور به اصطلاح مارکس واقعا از به اصطلاح تئوری کار رو، و خود لوکاچ هم یه کتاب داره لیبر راجع به کار صحبت میکنه. بنابراین عزیزان دقت میکنن که ما اقتصاد سیاسی رو، یکی دو دقیقه بیشتر به وقت من باقی نمونده، همینجا میخوام، اتفاقا میخواستم در جلسه اول این مقدمات گفته بشه که ما چرا از انسان شروع میکنیم، چرا از کار شروع میکنیم، و چرا جلسه آینده من از تعریف کار آغاز خواهم کرد، چون ریشه تمام این قضایاست. و بعدش در این زمینه باید بگیم که چرا ما از اینجا آغاز میکنیم و نه از تئوری قیمت، نه از عرضه و تقاضا، نه از ثروت، نه از سرمایه و غیره و غیره. فرضاً آدم اسمیت سه عامل در اقتصاد چیز میکنه، حالا حرفو میکششه، یکی کاره که به رسمیت میشناسه کارو، یکی زمینه یا ملکه، و یکی هم کارخانجات یعنی سرمایه. و هر کدوم از اینا میگه که در تولید شریکن، هر کدوم هم باید حقشو بگیره، از جمله سرمایه و از جمله ملاکی. خب مارکس به چالشش میگیره که میگه خب پس سرمایه خودش از کجا میاد؟ It begs the question به قول معروف، یعنی نیاز به توضیح داره که خود سرمایه چیه. و به همین دلیل یه فصل مفصل انباشت اولیه سرمایه رو توضیح میده، به اسلام میاره توی جلد اول سرمایه. و همیشه پال سویزی به ما سفارش میکرد که اگه بخواید کتاب سرمایه رو جلد اول رو مخصوصا بخونید، از انباشت اولیه سرمایه آغاز بکنید، برای اینکه منشأ خود سرمایه چیه، که خود به اسلام آدم اسمیت که استاد به اسلام بنیانگذار اقتصاد سیاسی کلاسیک هستش نمیگه که خب پس این سرمایه از کجا اومده. یعنی ما باید به ریشه قضیه بریم که ببینیم به اصطلاح، و ریشه قضیه هم از انسان و کار انسان آغاز میشه. بنابراین من از جلسه آینده کوشش میکنم، و بعدش هم باید هم ببینیم علم تعریفش چیه، هم عرض شود که ایدئولوژی تعریفش چیه، هم سایر قضایا، و در حقیقت بحثی داشته باشیم در برابر اونایی که میگن شما اصولاً اقتصاد سیاسی رو که از اینجا آغاز میکنید این یه چیز ایدئولوژیکه، ولی آقای میلتون فریدمن و فردریک فون هایک و اینا کاملا علمیه. ما باید اینا رو به چالش بگیریم و بهشون میگیم که اصلا علم یعنی چه؟ آره شما واقعا علمی فکر میکنید، یا اینکه واقعا شما هم یک ایدئولوژی دارید که ایدئولوژی متعلق به طبقات استثمارگر 1% بالاست، در حالی که ما هم دیدگاهمون میتونید اسمشو ایدئولوژی بذارید، ولی ایدئولوژی است که دفاع میکنه از اکثریت عظیم بشریت، به ویژه کارگران و زحمتکشان.
وقت من تمومه، بنابراین اینا همش مقدمه بود، ولی لازمه که آدم با یک مقدمه ای آغاز بکنه. از هفته آینده این بحث رو ادامه میدیم. این برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم عزیزان میدونن که هم در مردم تیوی در آرشیوش میره و گهگاهیشونشون داده میشه، در دانشجو تیوی و بعدش هم در فیسبوک و به اصطلاح عرصه‌ای که سایر جاها میره. و من تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی میکنم که بریم و ببینیم در اخبار چی هستن. و در واقع این یه مقدار چیزهای بنیانی خواهد بود روزای سه شنبه و بعدش اینها رو با اخبار روزمره باید دائم محک بزنیم. فرزاد جان خیلی ممنون. من تا شنبه با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.